مراحل رها شدن از کینه و نفرت اسم این قسمت هستش چرا نمیتوانیم آنانی را که باعث آزار و رنج ما شدهان را ببخشیم چون یکی یکی میخوام براتون توضیح میدم چون ناآگاهیم ناگاه نسبت به فیض خدا هستیم ناگاه هستیم که وقتی که خشم و خشونت داریم باعث درد و رنج و مریضی خود ما نیست خواهد شد ناگاه هستیم که خداوند قوت و تواناییش رو به ما میتونه بده فقط این نیست که تو اعلام کنی ما در این مسیر اگر آگاهی رو داشته باشیم میتوانیم به خوبی ببخشیم پس نکته اول ناگاهیه نکته دوم ناتوان بودن هستش که من تصورم بر این هستش که فکر می کنم فکر می کنم ناتوان هستم و نمیتوانم توی مسیر بخشش خودم رو قرار بدم دیر یا زود دوباره عصبی خواهم شد دیر یا زود دوباره غیبتش رو می کنم دیر یا زود دوباره فکر منو پریشان می کنه پس بنابراین عدم ایمان من نسبت به آنچه کلام خدا میگه نسبت به آنچه حتی شما میگید بر فرض مثال من به خدا ایمان ندارم اما روانشناسان میگن ببخش پس بازم عدم باورت نسبت به این که میتوانی ببخشی کمک به شما نخواهد کرد که شما تو بخشش قرار بگیرید چون ناگاهم فکر میکنم ناتوان هستم احساس میکنم نالایقم یا نالایقند هر دوش فکر میکنم که لیاقت اینو ندارم که خدا به من کمک کنه تا من این توانایی داشته باشم دیگران رو ببخشم و فکر میکنم اون دیگران لایق این نیستن که من اونها رو ببخشم نمونهش در خود کتاب مقدس هستش یونس خداوند بهش اعلام میکنه که یونس بره شهر نینوا و در شهر نینوا به مردم اختار بده تا مردم دست از گناه بردارن تا مباد و حلاک بشن ولی یونس فکر کرد اونها لیاقت ندارن حتی از اراده خدا فرار کرد نمونه دوم که فکر میکردن خودشون لایق نیستن برادران یوسف هستن برادران یوسف زمانی که متوجه میشن که برادرشون در مصر هست و به جام مقامی رسیده و به اونها پناه میده وقتی که پدرشون یعقوب فوت میکنه در کتاب پیدایش پنجا بیست الا بیست و یک از ترس اینکه مبادا یوسف اونها رو بکشه و خودشون رو لایق نمیدونستن هنوز زخمی میدونستن میرن پیش برادرشون و به برادرشون اعلام میکنن که ما به تو گناه کردیم و ترسمون نگرانی اونه که تو ما رو بکشی ولی میگه یوسف نه تنها اونها رو بهشون تضمین میکنه که اونها رو نخواهد کش بلکه سخنان دلاویز به اونها میگه سخنانی به اونها میگه که اونها رو وجودشون رو پر از شادی کنه پس این مسئله پس چون ناگاه هم فکر میکنم ناتوان هستم احساس میکنم من لایق نیستم یا مخاطبم لایق نیست که مساوی با ناآرام بودن همه میبینید مشخصه یه دست بزنید در پرویز عزیزم که چقدر زیبا پرویز جان سپاس گذارم مرسی عیز دلم چون من با خط خیلی خ... بد میفرستم برای ایشون ولی ایشون قبل منظم اینه درست میکنم اما چگونه می توانیم ببخشیم قدم بعدی من ایمان من هستش ایمان به کلام خدا ایمان به عدالت خدا ایمان به وعدههای های خدا ایمان به رحمت خدا ایمان به محبت خدا من باید ایمان داشته باشم اگر شما ایمان دارید به آنچه کلام خدا میگه پس باید توی این مسیر بخشش حرکت بکنی بعد از ایمانت اعلامه اعلام اینجا اول به خودت میگی باید خودت بخوای باور کنی تصمیم بگیری که میخوای ببخشی وقتی تصمیم میگیری ببخشی باید به خودت بگی من میخوام ببخشم من میخوام ببخشم و بعد در حضور خدا اعلام کنی که خداوند و من میخوام ببخشم و بعد دیگران حالا خانواده هستن دوستان هستن خلق هستن خودم خدا اینجا میشه خدا خانواده و خلق میشه عزیزان پس این بعدش اعلام هست بعد اقدامه مطابق متا پنج و میگه دشمنان خود رو دعا کن برکتش بده محبتش کن محبتش کن توی مهمونی یه دفعه میبینی پشت نکن آخ دوباره این اومد من که میرم من زیاد نمیمونم البته این مالی با ایرانیا که نیستش که این ها کی میشه موعظه منو گوش کنن من همش این آمریکایی‌ها دارم میگم و منم چه شما ایرانیا میاد گوش میکنید <تصفح> بله پس در عمل باید نشون بدیم متا پنج چهلو چهار نیز میگه پس دعا میکنم محبتش میکنم و در این کنار نیز شگذارم هستم براش اپوسوسیان پنج بیست میگه پیوسته شگذار باشه و بعدش این سه نکته رو یعنی ایمانم اعلام رو اقدام رو ادامه میدم پیوسته ادامه میدم و مسابیه با چی میشه؟ شفا و چون مسابیه با شفا میشه میشه متا یازده بیست بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشانه کسایی که فکر میکنید دلتون پر از آزردگی رنج از دیگران هست و گرانباران من شما را آرامی خواهم بخشید آمین <applause> پس رو خیلی ساده تو یاد بگیریم شاعر میگه این ساحل خسته را تو پیدا کردی این ساحل خسته را تو پیدا کردی این موج نشسته را تو برپا کردی من خاموش و خسته خفته بودم ای عشق ای عیسی مسیح مرداب دل مرا تو دریا کردی مسیح هستش که میتونه این قوت رو به ما بده این امنیت رو برای ما ایجاد کنه تا بتونیم ما نیز به راحتی ببخشیم